با بهترین درودها بر شما همیهنان ارجمندم در همه جای جهان خاصه هم عزیز در مام میهن برنامه های خبری تحلیلی شبکه تلویزیونی ایران فردا با برنامه شامگاهی آن سوی خبر را میگوشاییم با تازه ترین اخبار و گزارش های دریافتی از ایران منطقه و جهان نخست مروری کوتاه بر سرفصل اهم مطالب و عناوین رویدادهای تنظیمی در طول 24 ساعت گذشته انتخاب غیر مترقبه محمد یزدی فقیه خبرگان رهبری به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری در میان گمانه های گوناگون ادامه واکنش ها به نامه تهدیدآمیز جمعی از جمهوری خواهان به دلواپسان تهران و تازه ترین جزئیات از شرح حمله به علی متحری توسط اوباشان شهری در شیراز سرفصل اهم مطالب و موضوعات خبری سیاسی تحلیلی در طول 24 ساعت گذشته بود همینک مروری خواهیم داشت بر شرح جزئیات آخرین اخبار برگزیده امشب چهارشنبه 20 اسفند ماه ایرانی برابر با 11 ماه مارس میلادی نخست میشنویم شرح درد علی متحری از چگونگی تهاجم گروه های موسوم به خود سر که به قصد کشت این نماینده مجلس این روزها مغزوب بیت رهبری ایران کوشیده بودند علی متحری نماینده تهران شرح حمله ی روز گذشته اوباشان را که به صورت مکتوب در اختیار رسانه ها قرار داده بود اینگونه گونه می نوشت که ساعت چهار و نیم بعد از ظهر روز دوشنبه هجدهم اسفند وقتی وارد فرودگاه شیراز شدم طبق معمول چند تن از دانشجویان دعوت کننده به استقبال آمدند و از سالن فرودگاه خارج شدیم دیدم آنها اصرار دارند که با یک تاکسی زرد رنگ برویم ظاهرا متوجه شده بودند که ادهی میخواهند آسیب برسانند میخواستند خود روی ما شناسایی نشود من متوجه ماجرا نبودم و در فکر مطالب سخنرانی بودم حدود 100 متر که جلو آمدیم دیدم ادهی بین سی تا چهل نفر روبروی ما هستند و یک نفر خود را روی کاپوت خود را انداخت راننده به هر زحمتی بود او را رد کرد ولی کمی جلوتر سنگ و آجر بود که به سمت ما می آمد شیشه عقب و شیشه های دو طرف خود کاملا خرد و پودر شد و ذرات آن به سر و صورت و دست ما پاشید و برخی نیز فرو رفت گاز فلفل هم سلاح دیگر آنها بود که از نزدیک استفاده کردند و حدود یک دقیقه نفسم بند آمده بود اگر یکی از آن ضربات آجر و سنگ به من اصابت کرده بود معلوم نبود که اکنون زنده بودم ظاهرا به قصد کشتن یا ناقص کردن آمده بودند راننده به هر ترتیب بود از میان آنها گریخت اما آنها با موتورهای سنگین و یک وانت ما را تعقیب می کردند و باز سنگ و اشیای دیگر و دشنامهای ناموسی و کلماتی مانند حرامزاده بود که به سمت ما می آمد به فرزند متحری و اما نکته تکان دهنده ماجرا آنکه علی مطهری می گفت راننده ناچار وارد کلانتری 20 گل سرخ شیراز شد ما خیال می کردیم الان نیروهای کلانتری این افراد را بازداشت می کنند ولی دیدیم هیچ عکس العملی نشان ندادن و فقط از ورود آنها به کلانتری جلوگیری کردند ظاهرا یک اصل پذیرفته شده بود که این افراد که از تجهیزاتشان مانند موتورهای سنگین و گاز فلفل معلوم بود از چه نهادی دستور گرفتهاند در این گونه کارها آزادند و کسی حق مزاحمت برای آنها ندارد مگر اینکه فرد مورد تهاجم از شدت ضربات از دنیا برود علی متحری همچنین با لحنی تلویحی از حمایت و جانبداری نیروی انتظامی از مهاجمان و اوواشان اشاره می کرد و گلایه داشت که جالب است که یکی از مقامات ارشد آن کرانتری می گفت با وجود فناوری جدید که از داخل خانه هم می شود به صورت ویدئو کنفرانس برای دانشجویان صحبت کرد اصلا چه اصراری به برگزاری این گونه جلسات است. به رئیس کلانتری گفتم شما به جای تلاش برای لغو سخنرانی الان که اینها در دسترس شما هستند بازداشتشان کنید تا مجازات شوند اگر یک بار این کار را بکنید دیگر این رزالت ها تکرار نمی شود و رئیس کلانتری گفته بود که ما اطلاعات و عکس همه آنها را داریم اگر دستور برسد بازداشتشان نیز می کنیم که اشاره آشکار داشت بر هیچ کار بودن نیروی انتظامی و هماهنگی قبلی میان اوباشان و نهادهای نامرئی تحت امر نهانخانه های امنیت این نماینده مجلس در ادامه شرح درد نگاشت خود به بیتواوتی مسئولان استان فارس نیز واکنشی تون نشان داد و در زبانی شک و آمیز و گلایگون مینوشت به مسئولان استانی و انتظامی شیراز گفتم اگر قرار بر زور اجتماعی است بفرمایید تا من هم هوادارانم را به خیابان ها فرا بخانم. در آن صورت این عرازل یک لغمه آنها خواهند بود این نماینده مجلس در ادامه خطاب به روحانی می گفت به رئیس جمهور ارز می کنم فکری به حال استان فارس بکند و البته نتیجه بدوستان برای تعیین وزیر کشور جزی نخواهد بود. در این راستا روزنامه های زیادی نیز به این موضوع واکنش نشان دادند. از جمله روزنامه های قانون و سایر روزنامه ها حتی اعتماد که مطلب کاملا تفسیری منتشر کرده بود مطالب اصلی صفحه که خود رو نیز به ماجرا در شیراز اختصاص دادن همزمان استاندار استان فارس از دستگاه های امنیتی درخواست کرد که افراد مهاجم به علی متحری را شناسایی و دستگیر کنند. اما در عین حال از متحری نیز به خاطر قصد سخنرانی در دانشگاه انتقاد کرده است به گزارش خبرگزاری مهر محمد احمدی شامگاه سهشنبه در حاشیه برگزاری جلسه شورای اداری استان فارس در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر مشخص شدن مهاجمین به علی متحری می گفت مهاجمین که افراد عادی و معمولی جامعه نبودند و دستگاه های امنیتی نیز به دنبال شناسایی این افراد هستند. استاندار فارس همچنین می گفت البته جای تعصف است که شورای تأمین از قبل اعلام کرده بود که باید این سخنرانی به دلیل وضعیت موجود در دانشگاه چند روز دیرتر انجام شود اما کسی گوش نکرد. احمدی استاندار استان فارس می گفت برخورد انجام شده با متحری مایه تعصف بوده و مورد تایید هیچ انسان عاقلی نیست اما یادمان باشد که اگر متحری به محل سخنرانی می رسید با توجه به جوی که در آنجا به واسطه حضور افراد مخالف او حاکم بود، امکان بروز حوادث بسیار ناگوارتری نیز وجود داشت که عملا با این اظهارات استاندار استان فارس رفع مسئولیت کرد و قربانی را نیز تا حدودی مقصر شناخت. آن سوی خبر امشب را با تازه های از مذاکرات و موضوعات هستهای و واکنش ها به نامه 47 سناتور جمهوری خواه پی می گیریم. دولت آمریکا و اعضای دموکرات کنگره این کشور اصخاهی می کنم 47 سناتور جمهوری خواه را به تضعیف تلاش باراک اوباما برای مهار برنامه های هسته ایران متهم کردند و گفتند که زیر سؤال بردن گفتگوهای دیپلماتیک به معنای حرکت به سمت جنگ با ایران است. به گزارش خبرگزاری آسوشیت پرس جو بایدن معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در بیانیه‌ای با محکوم کردن نامه سناتورهای جمهوری خواه خطاب رهبران ایران اینگونه می گفت که در 36 سال اخیر در مجلس سنای آمریکا من مورد دیگری را به خاطر نمی آورم که سناتورها مستقیما به رهبری یک کشور خارجی که سالها با آن روابط تنش‌آمیز داشتیم نامه نوشته و بگویند که رئیس جمهوری آمریکا برای توافق با آنها فاقد مشروعیت قانونی است. آقای جو بایدن در ادامه این بیانیه مینوشت این نامه پیام بسیار گمراه کننده ای به دوستان و دشمنان آمریکا میدهد که رئیس جمهوری و فرمانده کل قوا در آمریکا نمیتواند تعهدات آمریکا را تضمین کند و اما پس از پایان نشست هسته ای گروه های فنی آژانس هستی با ایران این آژانس جهانی اعلام کرده است که آژانس بین المللی انرژی اتمی هنوز منتظر جواب های جمهوری اسلامی ایران است یک مقام عالی رتبه آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید که این نهاد در انتظار دریافت اطلاعات فنی بیشتری از سوی ایران درباره برنامه اتمیش است. ترو واریان تا معاون مدیر کل آژانس بینال المللی انرژی اتمی در بازگشت از تهران به ویان پس از مذاکره با مقامات ایرانی گفتگوهای انجام شده را مفید و رو به پیشرفت توصیف کرد و گفت که در حال حل و فصل موضوعاتی هستیم که زمان بر است آژانس میگوید که ایران در حدود شش ماه از زمانبندی ارائه اطلاعات فنی درباره آزمایشات ادعایی انفجاری و ماهیت محاسبات نوترونی عقب است گویا در سال 2011 میلادی آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گزارشی گفته بود که بنا به اطلاعات ارائه شده توسط یکی از کشورهای عضو که نام آن نیز فاش نشد ایران حدود یک دهه پیش در مریوان کردستان آزمایش های مواد منفجره بسیار نیرومند و در حجم زیاد انجام داده است. آژانس به غیر سایت ادعایی مریوان خواستار دسترسی به سایت پارچین هم شده بود. این موضوعات در ماه اخیر دوباره محل اختلاف نظر طرفین بوده است. و اما در تازه ترین اخبار دریافتی از حوزه هسته ای اتحادیه اروپا روز دوشنبه هفته آینده میزبان مذاکرات وزیران امور خارجه بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایران درباره برنامه هستهی تهران خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حالی که ضرب پایان مارس ده فروردین برای دستیابی به توافق سیاسی بین ایران و شش قدرت جهانی به پایان خود نزدیک می شود اتحادیه اروپا روز دوشنبه 25 اسفند در بروکسل میزبان مذاکرات ایران خواهد بود اتحادیه اروپا در بیانیه نیز اعلام کرد که فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی این اتحادیه مدیریت مذاکرات هفته آینده را بر عهده خواهد داشت پیش از این همان گونه که بینندگان عزیز مستحضرند کاترین اشتون به نمایندگی از بریتانیا چین فرانسه آلمان روسیه و ایالات متحده آمریکا در مذاکرات با ایران شرکت میکرد اما این اواخر مذاکرات یاد شده در قالب‌های مختلفی برگزار می شود. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف همتای ایرانی و نیز یک روز قبل از نشست بروکسل در سوئیس با یکدیگر دیدار و گفتگو خواهند کرد ادامه می دهیم برنامه آن سوی خبر را با مزامین هستی، اما با رویدادهایی از جهان مجازی مجادلات توییتری و مجازی وزیر خارجه ایران و تهیه کننده نامه 47 نفره کنگره آمریکا از جمله رویادی بود که ورقهای تازه ای از تنشهای نوشتاری برای هسته ای میان این دو کشور رو سبب ساخت در این میان سناتور تام کاتون مبتکر و تهیه کننده نامه هشدارآمیز 47 سناتور آمریکایی به رهبران ایران و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در توییتر برای و یک یکدیگر پیام هایی فرستاده که بسیار در طول 24 ساعت گذشته بحث برانگیز شده است آقای کاتن تصویر متن فارسی نامه 47 نفر را با خطاب قرار دادن یعنی منشن کردن آقای ظریف توییت کرده و نوشته اگر ترجمه لازم داشتی به معنایی تن آمیز خطاب به ایشون نوشت در این میان گروهی از کاربران خطاب قرار دادن وزیر امور خارجه ایران به این صورت را با توجه به تسلط آقای ظریف به زبان انگلیسی و سابقه تحصیل ایشان در ایالات متحده آمریکا توهین و متکبرانه توصیف کردند علاوه بر این متن ترجمه فارسی نامه که در توییت آقای کاتن آمده است نصر بسیار مبهم و نامفهومی داشت و حاوی غلطهای نگارشی بود که گویا از گوگل ترنسلی ترجمه کرده اند آقای ظریف هم در واکنش به توییت آقای کاتن متن پاسخ خود به نامه سناتورها را با خطاب قرار دادن سناتور کاتن توییت کرده و با استفاده از اصطلاحات مخفف رایج در توییتر می نوشت اگر احیانا ندیده ای پاسخ من به انگلیسی است. ادامه آن سوی خبر برنامه شامگاهی خبری تحلیلی ایران فردا خبری دیگر از آن سوی خبر با زمینه مجازی اما با روی کردی امنیتی شکایت ویکی مدیا از آژانس امنیت ملی آمریکا به اتهام نقض آزادی بیان بنیاد ویکی مدیا از آژانس امنیت ملی آمریکا شکایت کرده که برنامه های جاسوسی آن قانون اساسی آمریکا را در زمینه آزادی بیان و منع تفتیش و توقیف ناموجه نقض می کند. بنیاد غیر انتفاعی ویکیمیدیا که دانشنامه آنلاین ویکیپیدیا را اداره می کند در این باره از NSI به یک دادگاه ایالتی آمریکا شکایت کرده است. هشت سازمان دیگر هم از جمله دیدبان حقوق بشر عفه بینالملل و انجمن قلم در آمریکا این شکایت را امضا کرده اند این شاکیان خواستار پایان برنامه جاسوسی گسترده ی آژانس امنیت ملی آمریکا هستند آژانس امنیت ملی آمریکا هنوز در این باره اظهار نظری شفاف نکرده ولی وزارت دادگستری آمریکا که نام آن هم در کنار NSI آمده است گفته که در حال بررسی این شکایتنامه است. بنیاد ویکی مدیا میگوید شکایتش علیه برنامه NSI معروف به بالادستی است. ای که بر ارتباطات با افرادی که بیرون از خاک آمریکا هستند نظارت می‌کند. ویکی مدیا میگوید این برنامه جاسوسی قوانین آمریکا را درباره حق آزادی بیان و همچنین منع تجسس و تصرف ناموجه نقض می کند و همینک مروری بر چند خبر منطقه با آخرین خبرها از پیشروی ارتش عراق و آزادسازی بخش هایی از شهر تکریت و همینطور شکست داعش نیروهای عراقی بخش هایی از تکریت را از کنترل داعشیون خارج کردند مقام های میگویند که نیروهای این کشور بخش هایی از تکریس را از کنترل پیکارجویان گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش خارج کردند. آنها گفتند که داعش برای جلوگیری از پیشروی نیروهای عراقی در سراسر شهر مواد منفجره کار گذاشته است پیشتر نیز نیروهای دولتی با حمایت شبه نظامیان شیعه مدعی گرفتن یکی از شهرهای هواشیه تکرید شده بودند عملیات برای بازپسگیری تکرید که از تابستان گذشته تحت کنترل داعشیان بوده است تا کنون بزرگترین عملیات دولت علیه این گروه است مقام های عراقی گفتند که روز شنبه توانستند وارد بخش هایی از تکریت که زادگاه صدام حسین دیکتاتور سابق عراق است بشوند گزارش های تایید نشده نیست هاکیس که پیکارجویان تنها پل شهر به روی دجله را برای جلوگیری از پیشروی نیروهای تحت فرمان دولت منفجر کردند. عملیات بازپسگیری تکرید بیش از یک هفته پیش شروع شد اما مقام های اراقی از آن می کنن که بمب های جاده ای و حملات تک تیراندازان داعش حرکات ارتش و نیروهای متحده آن را کند کرده است گفته می شود که ایران نیز نقشه بزرگی در این عملیات در سطح مشاوره و کمک تسلیحاتی دارد تا جایی که جنرال مارتین دمسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا هفته پیش گفت که کمک نظامی ایران به شبه نظامیان شیعه عراق چیز تازه ای نیست اما در عملیات تکریت به صورتی شفافتر از گذشته انجام می شود مقام های آمریکایی گفتند که اگر حضور ایران به تنش فرقه ای منجر نشود از نظر آنها تحولی مثبت است در همین حال در تازه ترین جنایت گروه آدمی کش داعشی این گروه سر یک جوان اسرائیلی را نیز بریده است مادر و پدر سعید اسماعیل میگویند که او سال گذشته در ترکیه ناپدید شد اما گروه دولت اسلامی مسلم به داعش ویدئویی را در اینترنت منتشر کرده است که ظاهرا قتل یک عرب اسرائیلی را که داعش به جاسوسی متهم کرده بود نشان میدهد در این ویدئو یک پسر جوان در حال تیراندازی به یک مرد که پیکارجویان او را سعید اسماعیل مسلم معرفی می کنند دیده می شود داعش گفت که آقای مسلم 19 ساله هنگام پیوستن به پیکارجویان در سوریه خود را یک جنگجوی جنجو خارجی معرفی کرده بود این گروه گفت که او بعدا اعتراف کرد که جاسوس سازمان موساد اسرائیل بوده اتهامی که هم دولت اسرائیل و هم خانواده او رد کردند آنها میگویند که آقای مسلم در سال 2014 یعنی پارسال پس از سفر به ترکیه برای جهانگردی ناپدید شد چند ماه بعد یک نشریه اینترنتی مرتبط با داعش مصاحبه طولانی منتشر کرد که آقای مسلم در آن به اعزام شدن از سوی اسرائیل برای نفوذ در این گروه اعتراف می کند. آن سوی خبر را ادامه می دهیم با رویدادی دیگر از دنیای توحش گروه های جهادی از داعش به نیجریه می رویم و می خانیم آخرین خبر از کودکان آزاد شده از چنگال بوکو حرام که پس از آزادی گویی یا هویت خود را نیز گم کردن به گفته یک مقام امداد رسانی حدود 80 کودک از یک اردوگاه تحت کنترل بوکو هرام در کامرون نجات یافتند اسم خود و اینکه از کجا آمده اند را نیز به یاد نمی آورند کریستوفر فومونیو از مدیران مؤسسه دموکراتیک ملی موسوم به اندی آی که در آمریکا مستقر است گفت این کودکان که بین 5 تا 18 سال سن دارند انگلیسی، فرانسوی یا هیچ کدام از زبانهای محلی را نیز صحبت نمی کنند. این کودکان در ماه نوامبر در اردوگاهی در شمال کامرون پیدا شدند. پیکارجویان گروه بوکو حرام که در نیجریه فعال است عملیات خود را اخیرا به کامرون هم گسترانیده اند. بوکو حرام در پی ایجاد یک حکومت اسلامی در شمال شرقی نیجریه است. این گروه چندین شهر و روستا در منطقه را کنترل می کند و اخیرا با داعش بیعت کرد. آقای فومونیو گفت که طولانی بودن دوره اسارت این کودکان و بمباران ذهن آنها با ایدئولوژی جهادی باعث شده که هویت خود را گم کنند مجددا با چند رویداد دیگر از ایران برنامه را پی میگیریم حذف سرشناس ها از اتاق بازرگانی خبر از چند قطبی شدن این نهاد دیرین بازرگانی در ایران داشت نتایج اولیه انتخابات هشتمین دوره هیئت نمایندگی اتاقهای بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی که دیروز در ایران برگزار شد اعلام شده و مشخص شده که شماری از چهره های شناخته شده پیشین موفق به کسب رأی لازم در این دوره نشدند. مشتبا خسرو تاج معاون وزیر صنعت معدن و تجارت که ریاست انجمن نظارت بر این انتخابات را بر عهده داشت در جمع خبرنگاران میزان مشارکت اعضای فعال اتاق در این انتخابات را 49 درصد عنوان کرد به گفته آقای خسرو تاج تعداد قابل توجهی از اعضای قدیمی اتاق بازرگانی همچون علی نقی خاموشی علاءالدین میر محمد صادقی و محمد رضا بهزادیان نتوانستند رأی لازم برای حضور در هیئت نمایندگان دوره هشتم و در عرصه رسانه ها و مطبوعات خبری از رفع توقیف روزنامه و نشریه ای رمز عبور نشریه متعلق به تنروهای افراطی رفع توقیف شد پیش از این توقیف این نشریه از سوی دادستانی با پرسش ناظران روبرو شده بود شماره توقیف شده رمز عبور تصویری از میر حسین موسوی بر جلد داشت اما در متن و فهوای نشریه به این نماینده معترض در حصر حمله می کرد. کاوه اشتهاردی در گفتگو با خبرگزاری فارس با تایید خبر رفع توقیف نشریه رمز عبور می گفت توقیف این نشریه از سوی دادستانی بوده و امروز نیز رفع توقیف آن از سوی شعبه دوازده دادسرای فرهنگ و رسانه به وزارت ارشاد و دفتر این نشریه نیز ابلاغ شد اشتهاردی گفته است نشریه رمز عبور از شنبه هفته آینده مجددا انتشار می و روی کیوسک های مطبوعاتی قرار خواهد گرفت و با یک رویداد ورزشی برنامه آن سوی خبر را پی میگیریم. انتقاد وزیر ورزش از حضور نمایندگان مجلس در های ورزشی محمود گودرزی وزیر ورزش از حضور بیش از 154 نماینده مجلس ایران در فدراسیون های ورزشی انتقاد کرده است وزیر ورزش ایران در این باره گفته است چرا باید حدود 154 نماینده مجلس شورای اسلامی ما در فدراسیون های ورزشی به فعالیت بپردازند مگر این همه کار در مجلس شورای اسلامی وجود ندارد در حالی که می توانیم به جای این 155 نماینده مجلس شاهد حضور همین تعداد از افراد تحصیل کرده با درجه دکترا یا فوق لیسانس در رشته های تربیت بدنی باشیم آقای گودرزی برای اولین بار نیست که منتقد اشتغال نمایندگان مجلس و همچنین شورای شهر در فدراسیون های ورزشی است وزارت ورزش ایران چندی پیش با این استدلال که حسین رزازاده عضو شورای شهر تهران است مانع از شرکت او در انتخابات ریاست فدراسیون وزن برداری شد در حال حاضر با وجود انتقاد وزیر ورزش از حضور دو شغله ها در فدراسیون های ورزشی مهدی هاشمی که نماینده مجلس هشتم است همزمان ریاست فدراسیون تیراندازی ایران را نیز بر عهده دارد برخی از نمایندگان مجلس ایران گویا تفسیری متفاوت از قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دارند آنها معتقدند که به دلیل اینکه فدراسیون‌ها ها سازمان غیر دولتی به حساب می آیند عضویت در آنها به زعم اینان شغل دوم محسوب نمی شود و با این خبر وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد برنامه گزارش روز بلا فاصله پس از آن سوی خبر پخش خواهد شد که مروری تکمیلی و تفصیلی است بر اهم رویدادهای پخش شده در آن سوی خبر ضمن دعوت از شما بینندگان عزیز به تماشای ادامه برنامه ها از محضر یکایکتان خداحافظی میکنم تا درودی نو شامگاهی دیگر و سویه های تازه از آن سوی خبر در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود